درس چهل و سوم حالت تدافعی خود را به چالش بکشیم. در کار روان پجوهی عقیده بر این است که مشکلاتی که مردم را به انجام تغییر تحریک می کند به ندرت جزو کشمکش هستند که در موقعیت مختلف به دفعات تکرار می شوند. این مشکلات از حالت تدافعی معاملگر، در مقابل ناراحتی ناشی از این تناقضات نشأت میگیرند و عواقب ناخوشایند آنهاست که معاملگر را به فکر انجام تغییر میاندازد از این دیدگاه مشکلات ما نتیجه روش های منسوخ شده و سخت ما هستند آنچه زمانی در زندگی ما کارایی داشت اکنون بر ضد ما عمل می کند. یک مثال خوب برای این دسته از رفتارها در بازار معاملگری انتقام است این حالت زمانی اتفاق می افتد که در پی ضررهای ایجاد شده برای بازگرداندن سریع پول با حالتی تهاجمی تر معامله می کنیم درد و ناامیدی ناشی از ضرر و تلاش برای رها شدن از این ناراحتی ما را به سمت اکسل عملهای تدافعی و خشبگین سوق می دهد. در اینجاست که معاملگر به جای یافتن فرصتهای معاملاتی حالت دفاعی به خود می گیرد تا احساس ناامیدی را از خود دور نگه دارد. البته این کار منجر به ضررهای بیشتر و عواقع و مشکلات جدی تری می شود. این حالت تدافعی به این دلیل به وجود می آید که معاملگر جایی در عمق وجودش باور ندارد که میتواند این ضربه و ناراحتی ناشی از ضرر را تحمل کند شاید در دوری از زندگیش چنین دردی حقیقتا غیر قابل تحمل بوده است هرچند اکنون او به عنوان یک بزرگ سال بالغ میتواند ضررهای طبیعی را چه در تجارت، بازار یا عشق تحمل کند اما او چنین احساسی ندارد و بنابراین با ضررها به شیوه قدیمی و دوران کودکیش برخورد می کند. معاملگر با شناسایی این الگو می تواند از عواقب پایدار ساختن سیکل های قدیمی آگاه تر شود و بدین ترتیب حالت تدافعی خود را به چالش بکشد و به رفتارهای قدیمی به شیوه جدید پاسخ گوید. تغییر در روان پژوهی بدین معناست که آنچه به طور طبیعی اتفاق نمیافتد انجام دهیم از انجام روش های قدیمی مقابله ای خودداری کنیم تا احساسات ناخوشایند را دور نگه داریم در نقش خود به عنوان مربی معاملگری به جای گرفتار شدن در الگوهای درد سرساز با نظارت بر این مشکلات با نظارت بر این مشکلات دورعی در هنگام روی دادنشان اختلال ایجاد می کنید. پذیرش نقش ناظر شما را خارج از این سیکل ها نگه میدارد و دیگر نمی توانند بیش از این شما را از پای درآورند. ترسیم موج سینوسی و نمودارها که پیشتر توصیف شدند ابزارهای مفیدی برای حفظ خداگاهی هستند. هدف این است که این الگوهای تکرار شونده را قبل از اینکه بف... قبل از اینکه فرصت یابند دوباره باعث ایجاد نتایج ناخوشایند شوند شناسایی کنید به طور معمول الگوها هنگامی پدیدار می شوند که وضعیت احساسی مرتبط با آنها در معاملات شما مداخله می کند در معامله انتقام جویانه این وضعیت احساسی می تواند ناامیدی و تنش باشد در موقعیت های دیگر این احساس می تواند احساس توهی بودن باشد با مشاهده یک ویژگی احساسی درست مانند یک گزارشگر ورزشی با صدای بلند آن را بیان کنید مثلا با صدای بلند بگویید که من همین الان ضرر کردم و واقعا از این بابت ناراحتم من عصبانی هستم و قصد دارم پول خود را از بازار پس بگیرم میخواهم یک معامله دیگر را انجام بدهم ولی این دقیقا همان کاری است که قبلا هم انجام دادم و هیچ چیز را بدتر کردم و همه چیز را بدتر کردم اگر نمی توانید احساس خود را با صدای بلند بگویید شاید به این دلیل که در اتاقی با سایر معاملگران هستید جورنال روانشناسی می تواند همین کار را برایتان انجام دهد بنابراین آنچه را که فکر یا احساس می کنید و آنچه انجام می دهی تا این افکار و احساسات از شما دور شوند و اینکه چطور همه این اقدامات در گذشته به شما آسیب رساندند را به تفصیل بیان کنید. من از خودم بیزارم و برای امروز دیگر نمی خواهم معامله کنم. این بیان نوعی از نظارت است که از سوی فردی که در چرخه معاملگری تهاجمی از دست دادن پول، احساس گناه و ترک بازار گرفتار شده اظهار می شود. شما با پذیرش نقش یک روانشناس به جای همراه شدن با اتفاق آن را مشخص می کنید. با توصیف الگوی رفتاری دیگر با آن همراهی نمی کنید. در این مرحله به دنبال تغییر الگو نیستیم بلکه سعی می کنیم نسبت به پیدایش الگو عواقب آن و شیوه ظهورش بیشتر هوشیار شویم این کار ممکن است نیازمند روزها یا هفته ها تلاش پیوسته باشد و در تمام این مدت باید نقش خود را به عنوان ناظر حفظ کنید بنابراین با این اقدامات نمی توانید انتظار داشته باشید الگو را به طور کامل متوقف کنید بلکه تنها می توانید از معاملگری انتقام جویانه یا معاملگری تهاجمی دوری کنید. در واقع قبل از انجام کار درست از انجام کار اشتباه اجتناب می کنید. این حسی از تسلط و کنترل شخصی را در شما شکل می دهد. به جای اینکه بگذارید الگوها شما را کنترل کنند شما آنها را کنترل می کنید. بلند صحبت کردن و نوشتن ژورنال شما را از شر الگوهایی که بیش از حد آموخته شده اند خلاص نمی کند اما برای شما گزینه هایی فراهم می کنند تنها با انجام دادن کاری متفاوت حتی از درجه کم مثل انجام کمتر معاملات انتقام جویانه می توانید تا حدی کنترل امور را به دست گیرید در روش بلند صحبت کردن برای به دست آوردن خداگاهی می توانید به طور فعال به خود یادآوری کنید اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است مشکل واقعی نیست مشکل این است که در گذشته چه اتفاقی افتاده و باعث ناراحتی من شده است نه اینکه در زمان حال چه واکنشی نشان می دهم. به عنوان مثال ممکن است در معامله قبل از رسیدن قیمت به حد ضرر معامله پول از دست داده باشید به این دلیل که ترس به سراغ شما آمده بود و برای رهایی از این حس پیش از موعد مقرر از معامله خارج شدید اگر بخواهید درباره این ترس و وسوسه با صدای بلند صحبت کنید باید به خود یادآوری کنید که ضرر در این معامله مشکل اصلی نیست من نسبت به ضررهای سال گذشته خود عکس عمل نشان دادم رها کردن یک ایده معاملاتی ضررهای گذشته را بر نمیگرداند البته دقت کنید که در این مثال فرض بر این بوده است که حجم معامله و حد ضرر آن درست انتخاب شدهاند در غیر این صورت ضرر این معامله به معامله گری ضعیف شما باز می گردد و نه تکرار مشکلی مربوط به گذشته که احساس ترس و تمایل به خروج از معامله را تحریک کرده باشد پیامی که در این بلند صحبت کردن بر آن تأکید می کنید این است. مشکل در معاملگری من نیست و به موضوعی دیگر مربوط می شود. این کار کمک می کند به جای دخالت دادن گذشته در زمان حال بر موضوع دیگر تمرکز کنید و با معامله به جای برخوردی احساسی به شکل یک معامله رفتار کنید. زمانی که پیوسته الگوهای خود را در حین شکلگیری شناسایی کنید و نقش یک ناظر را به جای یک شرکت کننده منفعل حفظ کنید متوجه پیشرفت قابل توجه خود خواهید شد نکته راهنمای مربیگری در این کتاب و در کتاب بهبود عملکرد معاملگر اشاره کردم که چطور ضبط فیلم از بازار می تواند در حساس کردن معاملگران نسبت به الگوهای عرضه و تقاضا و در تصمیم گیری های معاملاتی آنها مفید باشد. من معاملگران را می شناختم که بگونه گونهای متفاوت عمل می کردن. آنها دوربین فیلم برداری را به سمت خود چرخانده بودند و از خود در زمان انجام معامله فیلم می گرفتن. این تکنیکی العاده برای نظارت شخصی و شناسایی الگوهای رفتاری و احساسی است با مشاهده نحوه تکرار الگوها در خود نسبت به ظهور آنها در زمان انجام معامله واقعی حساس می شوید.